به آب کردن شکم احتمالا سر خورده ویدیو دیده باشید و اما هیچ کدوم کمک خاصی بهتون نکرده باشه اما توی این قسمت من میخوام مواردی رو بهتون یاد بدم که شاید بعضی رو شنیده باشید اما همه رو یک جا قطعا نشنیدید برای اینکه شکم رو کوچک کنیم به عبارتی آب کنیم باید اول بدونیم این شکم چی هست فقط چربی که نمیتونه باشه اگر قرار بود فقط با دراز نشست هم آب شه احتمالا اصلا این قسمت رو نمیدیدید چون دیگه شکمی نداشتید در این قسمت با من باشید تا بریم سراغ شکم و بهتون نشون بدم چطور سه لایه مختلف در شکم داریم که کاهش سایز میتونه از هر کدوم از این لایه ها اتفاق بیفته. درود به هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم یه مشاور منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب و پادکست کلاس سل یک تجربیاتم و هر جدیدی که یاد میگیرم رو با شما به اشتراک میذارم چرا کم کردن سایز از دور کمر انقدر سخته خب چند دلیل داره یک چربی کم اولین چربی هست که میاد و آخرین چربی هست که میره این امر از نظر تعادل فیزیکی کل بدن به شدت حیاتی هست نمیشه چربی اول تو ساق پا یا تو گردن جمع شه تعادل خوبی نخواهیم داشت با دونستن این امر و خب اینکه آب کردن چربی موزی وجود نداره مگر با عمل و هزار یک راه پرخطر و پرهزینه دیگه باید تمرکز رو از روی شکم بردارید هرچی هم حرکت تو دراز نشست و هزار یک راه دیگه بهتون میگن باور نکنید که وجود نداره چربی سوزی موضعی در حال حاضر اواخر سال 2023 وجود نداره نمیشه هیچ رازی هم نداره فقط آخر سر آب میشه تمرکز رو روی آب کردن چربی ها به کل بذارید به شکم هم میرسید راجع به اصول اولیه چربی سوزی در قسمت 24 صحبت کردم اما اینجا هدف تمرکز روی شکم هست کم کردن سایز شکم دقت کنید نه چربی سوزی شکم که گفتم نداریم اما کاهش سایز شکم شاید بدونید که اگر نمیدونید باید بدونید که شکم ما از سل لایه یا قسمت تشکیل شده و کاهش سایز میتونه از هر لایه اتفاق بیفته این لایه ها چیا هستن؟ بیرونی ترین لایه یا لایه اول چربی هست چربی که گفتیم نمیشه روش دست گذاشت که خب تا دقیقا اونجا آب شه البته چربی شکم فقط اون لایه بیرون زیر پوست نیست های اعضا جواره بدن هم وجود داره که خب انگار هر کابینتی خالی بوده بدن با عجله دوتی که چربی توش جا کرده که خب این مدل چربی ها اصلا خوب نیستن در ویدیو دیگه ای بهش میرسیم که چرا چطوری این لایه رو کوچیک کنیم خب خیلی ساده است باز در قسمت 24 گفتم اصول اولیه چربی سوزی که تمام اون موارد رو مثل روزه متناوب خواب بهتر هرمون بهتر اگر رعایت بکنیم همگی باعث میشن که بدن از چربی های خودش به عنوان سوخت بالاخره استفاده کنه و قطر این لایه به مرور کمتر و کمتر شه در کل کلید آب شدن چربی همون کلید انسولین هست هدف رو روی کنترل انسولین بذارید این فرایند زمان میبره اما اتفاق میافته دنبال راه سری نباشید اما لایه دوم میشه عضلات شکم این یکی میتونه کوچیک شه یا بزرگ شه بسته به اینکه چقدر ازش کار بکشید فکر نکنم کسی بخواد این لایه رو کوچیک کنه با هر ورزش مخصوص شکم شما این عضلات رو تقویت به تب بزرگ میکنید پس وقتی دراز نشست میرید این لایه رو بزرگ میکنید در اصل کل شکم رو دارید بزرگ میکنید خب نکنیم خیر قاعدتا قوی بودن این لایه خیلی مفید هست اما نباید با ورزش های شکم انتظار کاهش سایز داشت انجام بدید صد و یک خاصیت مختلف داره و اما کاهش سایز شکم جز این موارد نیست چون شدنی نیست هر چند یه جور دیگه ای کمک میکنه به کم شدن سایز که فکرش رو هم اصلا نمیکنید که میگم اما این خاصیت هاش اینه که نحوه ایستادن بهتر میشه به کمردرد کمک میکنه خیلی جالبه که اون مواقع کمردرد از ضعیف بودن عضلات شکم میاد شاید بگید کلمه زشت نمیگم رو به شقیقه رفت میدم اما نمیدونید باید بدونید که هرچی تو شکم هست وله به جای وصل نیست اگر عضلات شکم نباشه که سر جاشون بمونن میریزن بیرون به همین سادگی به خاطر جاذبه دل و روده مدام زور میزنن به پایین و جلو تنها راه خروج پس وقتی عضلات شکم ضعیف باشه حتی وقتی لاغر هستید شکم به جلو قوس ور داره. از اون طرف کمر گود میشه پنج سال اینطوری بگذره غیر ممکنه کمر درد به سراغتون نیاد این حداقلش است بدتر هم میشه زیادی ضعیف شه روده ها بالاخره از لابلای عضلات بیرون میزنن که بهش فتح میگن خیلی دردناک هست و تنها راه درمانش هم جراحی از این بدتر هم میشه برای مثال افتادگی مسانه یا افتادگی رحم در خانم ها همگی در اثر ضعیف بودن عضلات شکم هست که نمیتونه هرچی که اون تو هست رو سر جاش نگه داره یادم میاد عزیزی کامنت گذاشته بود که تناب زدن برای خانم ها بد هست دچار افتادگی رحم میشن خب بله ممکنه اگر عضلات شکمتون ضعیف باشه با 5 سانتی متر از روی زمین پریدن همین اتفاق میفته با تناب زدن نیفته جای دیگه بالاخره این اتفاق میفته از اون طرف فتح بین بدنسازان هم شایع هست و خیلی ها از ترس فتح سراغ حرکات مهمی مثل ددلیفت نمیرن حالا همون افراد در سن بالاتر یه روز یه چمدون رو بلند میکنند و رودشون میزنه بیرون تمام این اتفاقات با قوی تر کردن عضلات شکم قابل پیشگیری هست و چون میدونم الان سری کامنت میذارید چه حرکتی بگم که بهترین و کم خطرترین حرکت از نظر من پلانک است دراز نشست در نقطه مقابلش خیلی فوتوفن داره اشتباه انجام بدید که 99 درصد مردم اشتباه انجام میدن کمردرد حداقلش خواهد بود روی کردن عضلات شکم به سختی آب کردن چربی شکم نیست در عرض دو سه هفته میتونید یه تغییراتی رو حس بکنید نمی بینید اما اگر دقت بکنید حس میکنید که بهتر میتونید شکم رو به داخل جمع بکنید یعنی زور عضلاتتون داره بیشتر میشه لایه سوم میشه دل و هرچی اون تو داریم این لایه هم میتونه در سایز نهایی شکم ما تاثیر داشته باشه کم هم نه ولی متاسفانه به چشم نمیاد ساده ترین مورد نفخ هست یه وقتی داریم یه دفعه آدم دو سایز اضافه میکنه پیچیده ترین مورد آی بی یا التهاب مزمن روده هست این التهاب دائم که در بیشتر موارد دردناک هم هست کلی به سایز ما اضافه میکنه افرادی که دچار این مشکل میشن نه فقط نفخ دل درد و دل پیچ هم دارن و دست زدن به شکم در ناحیه ناف براشون دردآور هست این افزایش سایز عموماً غروب بعد از چندین وعده ناسالم خوردن بیشتر و بیشتر میشه یوبوست هم بدترش میکنه چیزی که باید سر 24 ساعت خارج میشده هنوز هست و هی مدام روش داره اضافه میشه این یعنی یه جای کار میلنگه از نشونه های التهاب یا نفخ میتونه باد شکم باشه وقتی از یه حدی بیشتر میشه همراه با بوی خیلی خیلی بدی میشه این بوی خیلی خیلی بد یعنی اون فرایند کار روده خیلی بیشتر از چیزی که باید طول می کشیده طول کشیده و در نتیجه همه چی داره اون تو میگنده حالا شاید بپرسید چجوری حجم این قسمت رو کم کنید. تنها راه کاهش سایز این قسمت از شکم رعایت در خورد و خوراک است هر چقدر هم شما دراز نشست برید فایده ای نداره اینجا یه اشاره ای کنم به نسخه و ویدئوهایی که میگن فلان چیز رو بخورید در یک هفته دو سایز کم کن میشه گفت تمام این نسخه ها میاد روی این لایه از شکم یه جورایی اثر میذاره همونطور که همیشه گفتم در یک یا دو هفته شما نمیتونید خیلی چربی آب بکنید مگر اینکه روزه طولانی بگیرید از هم اگر بسازید که خب مقداری حجم کل رو افزایش دادید اما اگر نفر رو کم بکنید حجم کل رو کم کردید که این اتفاق خیلی خیلی میتونه سریعتر از دو مورد دیگه رخ بده حالا نمیخوام از این نسخه ها بپیچم اینجا چون مثل همیشه پیشگیری بهتر از درمان هست مدام خوردن فشار زیادی به سیستم گوارش میاره و در آخر التحاب پس روزه میتونه به شدت به این افراد کمک بکنه فیبر زیاد و با ترتیب درستی غذا خوردن هم میتونه بهتون کمک کنه در پلیلیست صرف تا روزه متناوب راجع به ترتیب خوردن صحبت کردم و باز بهش میرسیم اول فیبر برای مثال سالاد بعد پروتئین کربوهیدرات و در آخر دسر یا یه چیز شیرین به کل تحرک داشتن به کل میتونه هر چیزی باشه فرق نمیکنه باعث میشه روده ها هم تحرک داشته باشن و زودتر همه چیز رو رد کنن بره جلو خوردن مایات گازدار و یه چیزی مثل آبجو شدیدن مشکل این لایه رو تشدید میکنه من از نوشابه به دلستر دوغ و در آخر به آب گازدار جابجا شدم و همیشه این مشکل باقی بود کلا همه رو حذف کردم و خلاص کار بعدی که میشه کرد پیدا کردن مواد غذایی که شما رو اذیت میکنه این یکی میتونه مختص به خود شما باشه اما چیزی که خیلی مشترک هست و خیلی از این بدبختی های روده ازش میاد نوع پروتئین به اسم لکتین هست ما دمیزاد نمیتونیم با این پروتئین یا این لکتین کاری بکنیم میزان این پروتئین در مواد مختلف غذایی متفاوته و حساسیت افراد هم متفاوت است پس در آخر ببینید کدوم ماده غذایی بیشتر اذیتتون میکنه کم یا حذفش کنید این لکتین در مواد غذایی مثل بادمجون مثل و دلمه گندم نخود حبوبات مغز ها مخصوصا بادم و همینطوری این لیست ادامه داره وجود داره یکی از دلایلی که خیلی از اسموتی سبزیجات در آخر باعث نف میشن باز همین مورد هست اگر سالاد بخورید احتمالا خیلی حجم زیادی سبزیجات یا لکتین وارد بدن نمیشه اما اگر همه چی رو له کردید به یک بار حجم زیادی وارد بدن میکنید و خب بدن هم هیچ کاری با این حجم زیاد لکتین نمیتونه بکنه در آخر مشکلات سندروم روده تحریک پذیر و همینطور نشت روده روش است این مشکل لکتین و در کل حساسیت ها به منابع گیاهی نه تنها در سایز نهایی شکم بلکه در کل سلامت ما خیلی مهم است انقدر مهم که افرادی به کل با تمام منابع غذایی گیاهی خدافزی می کنند تا از شر اینجور مشکلات راحت شد کارنور دایت یا به عبارتی گوشت خاری نمونه این سبک غذایی هست من به شخص همیشه همه چی خار بودم الا تجربه کوتاه یک هفته ای که تخم مرغ و گوشت مصرف میکردم که خیلی آگاه نبودم به همه چی دوباره اما انجام میدم و مستند میکنم این سری تا ببینم چی میشه اینجا یاد یکی از کامنت ها افتادم که میخوام پرانتزی باز بکنم از عزیزی گفته بودن که من مشکلات گوارش دارم نفت دارم ولی میخوام سبزیجات رو که نمیتونم مصرف بکنم آب بگیرم و مصرف بکنم مثل کاهو کلم هویج کرفس در جواب ایشون و افرادی مثل ایشون باید بگم که با آب گرفتن این رو سبزیجات شما کار جویدن و تا حدودی معده رو راحت میکنید ولی برای روده هیچ فرقی نمیکنه که چه بسا کار روده رو سختتر هم میکنید مقداری فیبر که مفید بوده رو ریختید دور اما پورتوین هایی مثل لکتین که کار روده رو سخت میکنه همچنان وارد بدن میشه و چه بسا شما یه حجم بیشتری مصرف میکنید چون یه ظرف سالاد رو نمیتونید زیاد بخورید که ولی وقتی که آبش رو میگیرید یا اسموتیش میکنین خیلی بیشتر مصرف میکنید و فکر میکنید که چون خاصیت داره پس بیشتر هم بریزم بیشتر و بیشتر میخواید و فشار بیشتری به روده میارید خوب نیست استرس در اینجا هم تاثیر داره زمانی که استرس بالایی داریم سیستم گوارش یه جورایی خاموش میشه در قسمت هشت گفتم که دو سیستم عصبی داریم که هر دو با هم نمیتونن روشن باشن و بدن اولویت بندی میکنه در زمان استرس حزم اولویت نیست چون کلیت یا جون ما در خطر هست هرچند در استرس مزمن واقعا جون ما در خطر نیست اما کنترل استرس به بهبود سیستم گوارش و در نهایت کوچکتر شدن حجمش کمک میکنه تغییر در این لایه از شکم از دوتای دیگه خیلی راحتتر هست راحتتر شاید لغت درستی نباشه یه جورایی کمتر زمان میبره اگر تغییری بدید به یک هفته میتونید حس کنید که همه چی داره بهتر و بهتر میشه عموم مواقع افراد با تمرکز خیلی زیادی روی ورزش های شکم میخوان سایز کل شکم رو کاهش بدن ولی خب لایه اول و سوم تربی و روده بیشتر از هر چیزی سایز ما رو مشخص میکنه پس چرا تمرکز رو روی این دو مورد نذاریم؟ هدف من تمرکز بر روی این دو لایه هست که خیلی به چشم نمیاد اون مربی ها به لایه وسط یعنی از زوله فقط اشاره میکنن یه دم فقط با دمنوش و چای لاغری میخوان دل و روده رو آروم کنن حتی در منابع انگلیسی هم همه جدا جدا بهشون نگاه میکنن با اینکه کلیت همه همون شکمه از اونجایی که خودم با دو لایه چربی و روده برای سالهای زیادی درگیر بودم فکر میکنم اشاره به این موضوع میتونه برای خیلی ها مفید باشه دنبال منابع خیلی نباشید من اینجوری همه یه لایه ها رو با هم دیگه قاطی کردم و یه جا آوردم ممنون که تا اینجا به من همراه بودید اگر مفید بود لایک یادتون نره اگر فکر میکنید برای شخص خاصی هم میتونه مفید باشه برای اون عزیز هم بفرستید اگر به این محتوا گوش میکنید به کانال یوتیوب هم سری بزنید و سابسکرایب کنید که یه سری قسمت ها فقط به صورت تصویری آپلود میشه اگر از یوتیوب میبینید میتونید سری آموزشی رو در پادکست کلاس 101 مرور بکنید که فعلا از طریق اسپاتیفای و اپل پادکست در دسترس هستند. در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از راهروهای بیمارستان دور باشید. موفق باشید تا بعد.